سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه دیگری از سری برنامه های نگاه به چپ باشید. من کیان آذر به همراه مصطفی صابر این برنامه رو تهیه و ارائه میکنیم. سلام مصطفی جان، امیدوارم حالتون هم خوب باشه، آماده باشی که برنامه این هفته رو شروع کنیم. سلام به تو و به بینندگان عزیز این برنامه، آمادم. خب این هفته مصادف هست با 16 آذر روز دانشجو در ایران و زمان ضبط برنامه هم جوری هست که هنوز همه اخبار مربوط به این روز به دست ما نرسیده و منتشر نشده، ولی تا همینجا خب میشه در رابطه با 16 آذر امسال صحبت کرد، به خاطر اینکه 16 آذر امسال ویژه بود و بسیار بسیار به اصطلاح متفاوت و رو به جلو نسبت به سالهای گذشته به اصطلاح برگزار شد و ما از حدود یک هفته قبل تا 10 روز قبل شاهد این هستیم که در رابطه با مطالباتی که دانشجویان دارن، چه در سطح جامعه و چه در سطح دانشگاه ها در رابطه با مسائل تحصیلی و زندگیشون توی خوابگاه ها، میبینیم که به اصطلاح بیانی های مختلف و جنب جوش های مختلفی در دانشگاه های ایران برپا شده. مصطفی فکر میکنم که موافق باشی که امسال 16 آذر ویژه بود از به اصطلاح جهات مختلفی و ما شاهد چند اقدام اساسی بودیم در رابطه با 16 آذر به مناسبت 16 آذر، که این من خلاصه وار اول اشاره بکنم به اینکه یکی از فاکتورهای ویژه بودنش این هست که یک حرکت سراسری انجام گرفت توی دانشگاه‌های مختلف که حالا اشاره خواهم کرد بهش، و در این حال صرفاً این سراسری بودنش شامل دانشجویان و دانشگاه‌های مختلف ایران نبود، بلکه از طرف جنبش‌های دیگه مثل جنبش کارگری و فعالین جنبش کارگری، تشکل‌های مستقل کارگری هم پشتیبانی و حمایت گسترده‌ای صورت گرفتش که بالطبع از این نظر هم میتونه تعیین کننده و ویژه باشه. من یک فقط به اصطلاح حالت آمارگونه جهت اطلاع بینندگان میگم که بیانیه‌ای رو دانشجویان منتشر کردن از طرف یک سری از فعالین دانشجویی به اصطلاح دانشگاه‌های مختلف که این به اصطلاح با حمایت‌های بسیار وسیعی از طرف دانشجویان دانشگاه‌های مختلفی انجام گرفت که آماری که منتشر شده در اعلام می‌کنه بالای 13,000 امضای حمایتی جمع‌آوری شده که حالا با احتساب و به هر ترتیب تنظیم کردن به اصطلاح حمایت‌ها 11 امضای حمایتی به صورت رسمی اعلام شده که از این بیانیه صورت گرفته. تشکل‌های مختلف به اصطلاح مستقل دانشجویی از این حمایت کردند. دانشجویان مختلفی از دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران حمایت کردند. همونطور که گفتم تشکل‌های مستقل کارگری، شخصیت‌ها و چهره‌ها و رهبران جنبش کارگری اعلام کردند که از این بیانیه حمایت می‌کنند. و در ادامه ما شاهد برگزاری مراسمی در دانشگاه تهران، در صحن دانشگاه تهران بودیم که حدود 700 نفر از دانشجویان این دانشگاه توی این مراسم شرکت کردند و این بیانیه در این مراسم که روز 16 آذر صبح 16 آذر در دانشگاه تهران انجام گرفت خونده شد و بار دیگه به اصطلاح تأکید کردن روی خواسته هایی که مطرح شده. یکی دیگه از نکاتی که باید به اون اشاره بکنم این هستش که ببخشید مضمون بیانیه را هم باید بگیم، ما فرضمون نذاریم بینندگان میدونن که اون بیانیه چیه. درسته، من این جنبه را گفتم، حالا میریم سر مضمونش. اینجا تو شروع کن یه خودم تو صحبت کنی در رابطه با مضمون این مسئله و بیانیه‌ای که صادر شده. مضمونش بسیار چپ، کارگری، انسانی و عمیقا ضد سرمایه‌داری، ضد وضعیت موجود، ضد مناسباتی که انسان‌ها رو برده مزد کرده، همه چیز رو کالا کرده، تحصیل رو کالا کرده و فقط در اختیار کسایی قرار می‌گیره که وسعش رو دارن این کالاها رو بخرن. یک بیانیه عمیقا سوسیالیستی و رادیکاله.
یه جور بیانیه چپ اجتماعی تو ایران هست میشه گفت، و خیلی یعنی خب دانشگاه همیشه چپ بوده توی ایران لاقل، و توی سالهایی که ما همه به یاد میاریم از 57 به این ور، از انقلاب 57 دانشگاه سنگر چپ و سنگر آزادی خواهی بوده. جمهوری اسلامی با همه اون انقلاب فرهنگی و جنایاتی که کرد و همه بگیروبندهایی که انجام داده، هرگز نتونسته این وجه چپ و انسانی و رادیکال دانشگاه رو ازش بگیره. ولی این بیانیه دیگه آخرش یه جورایی اینقدر روشن و عمیق دست برده به صلاح مبانی بدبختی و بیچارگی همه مردم، اختناق و سرکوبی که برقرار هست، و بسیار رادیکال و سوسیالیستی است از این لحاظ. و این خودش یه چیزی رو داره بیان میکنه، و اون اینکه اولا 16 آذر یه جوری تبدیل شده به یه روزی ابراز وجود چپ توی ایران، چپ اجتماعی. قبلا حالا به نظرم یه مقدار چپ محدود نگرتری بود، الان یه چپ وسیع‌تر و اجتماعی تری اومده. و همین که 13,000 نفر علنا توی زیر به اصطلاح مهمیز جمهوری اسلامی، زیر ساطور جمهوری اسلامی امضا کردن و با اسم رسم خودشون اومدن وایسادن، این یک جور ابراز وجود چپه. که البته باید اینو تاکید کرد، بنیاد این چپ طبقه کارگره و ابراز وجود طبقه کارگره. یعنی تو تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی تونست دانشگاه رو بعد از 88 خفه کنه و محدودش کنه، کارگرها توی خیابونها و توی کارخونه‌ها و توی ساعت شهر و توی جلوی مجلس و توی جاده ها و اینا، همه جا هر روز مشغول اعتراض و مبارزه و اعتصابشون بودن. حتی توی این 16 آذر دیدیم، تو 14 آذر معلم‌ها یه گرد همایی داشتن، و تو همین جریان حرکت کارگرای شرکت واحد بود و خیلی حرکات کارگری دیگه. و توی به اصطلاح قبل از این، توی در طول امسال ما شاهد اتحاد و برآمد کارگر و معلم بودیم. میخوام بگم همه این فاکتورای ابراز وجود چپ، که حالا من همش هم نگفتم، فقط گوشه‌هایش ازش گفتم، این خودش این زمینه رو داد که دانشجوان بیان درست جایی که باید قرار بگیرن قرار بگیرن، و یک بیانیه سوسیالیستی از اعتراض دانشجو و دانشگاه در ایران رو مطرح بکنن. و این بیانیه نه فقط توی سطح میدیای اجتماعی مطرح شد، تو سطح میدیای رسمی هم مطرح شد. و من فکر میکنم که فعالین این حرکت باید برن یقه بی بی سی و رادیو فردا و هر رسانه ای که این رو منعکس نکرده بگیرن، بگن واقع به این مهمی رو چرا شما منعکس نمی کنید؟ چرا هر وقت یه اصلاح طلب عدسه می کنه شما فورا گندش می کنید، ولی وقتی چپ اینجور ابراز وجود می کنه شما منعکسش نمی کنید؟ مصطفی جان، من الان آمار دقیق رو آوردم به خاطر اینکه وسعت این مسئله تا حداقل تا زمانی توی 2 ساعت میشه بررسی کرد. یکی از نظر تأثیر سیاسی اجتماعی این مسئله است، گستردگی اون، و یکی هم از نظر آماری. این بیانیه 11 تا 15 آذر ماه امسال گذاشته شده برای برترتیب حمایت گرفتن و کسانی که دانشجویانی که میخوان حمایت بکنن، توی در 800 دانشگاه سراسر کشور حمایت ها اومده، و این همونطور که گفتم بالای 13,000 امضا بوده که با احتساب به هر حال ترتیب چیزایی که به هر حال کنار گذاشته شده، 11,000 تا امضای حمایتی رسمی اعلام شده که 36 شورای صنفی و از 10 دانشگاه حمایت کردن، علاوه بر خود دانشجویانی که حمایت کرده بودند، و همینطور 32 نشریه مستقل دانشجویی و کانون و کانال تلگرامی، 112 انجمن و کانون دانشجویی حمایت کرده، به علاوه تشکل‌های مختلف مستقل کارگری که حالا معلمان و بخش‌های مختلف کارگری که حمایت کردن از این مسئله.
و همونطور که تو هم اشاره کردی، حتی این به مدیای به اصطلاح داخل ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هست، روزنامه‌ای مثل شرق، اعتدال و فکر می‌کنم البته مطمئن نیستم ایلنا هم به اصطلاح رسوخ کرده و این روزنامه‌ها و به هر ترتیب وبسایت ها این بیانیه رو منتشر کردن. یعنی میخوام بگم که یک گستردگی وسیعی رو ما باهاش روبرو هستیم که یک کارکرد کاملا اجتماعی و به اصطلاح رو به جلو رو در سطح جامعه روبرو بودیم در رابطه با 16 آذر امسال. نکته ای که من میخوام بهش اینجا اشاره بکنم، به یه نوعی باید گفت که به اصطلاح اون چپ اجتماعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و به هر ترتیب اکتیویستاش و فعالینش مخاطب این برنامه هستند، که چجوری با رویدادهای مختلف جامعه، اتفاقاتی که در ایران و حالا در سطح جهانی میفته باید برخورد بکنن، چه نوع موضع‌گیری و به اصطلاح متد تحلیلی رو باید به کار ببرن، چه سبک کاری رو باید داشته باشن که هدف برنامه نگاه به چپ است. به یه نوعی میخوام بگم این عرض اندام این چپ اجتماعی هستش و به یه نوعی آلترناتیو و الگو و نمونه‌ای داره ارائه میده برای برون رفت از وضعیت موجود. یعنی داره یک به اصطلاح جهت و رویکرد و یه چشمانداز رو داره رو به جامعه میذاره جلوی جامعه به عنوان آلترناتیو، که اگر میخوایم از شرایط موجود رهایی پیدا بکنیم، اولا این پلتفرم انسانی رادیکال و همه جانبه که اساس و بنیان و به اصطلاح اون ریشه معضلات بشریت و من جمله مردم و شهروندانی که توی جغرافیای سیاسی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن رو هدف قرار میده، و بعد از لحاظ سبک کاری فعالیتی داره جنبش های به اصطلاح مبارزاتی داخل جامعه ایران که توی به هر ترتیب آحاد و بخش های مختلف مثلا مردم ایران قرار دارن و مردم توی اونها فعال هستن رو داره همبسته میکنه، داره راه نشون میده که میشه حول یک پلتفرم انسانی چیکار کرد، همبسته شد و یه حرکت مشترک و سراسری انجام داد. به نظر من یک عرض اندام هست که داره انجام میگیره. یه نکته تو صحبت قبلی تو بود کیان، من میخوام برجستش کنم اونم، و الان هم میگی سبک کار رو بزنی هم مقدار توضیح بدیم، و اونم اینه که این حرکت سراسری بود، اجتماعی بود. ببین این به نظرم گام بسیار بسیار مهمی به جلو هست. همچنان که قبل گفتم الگوی این مسئله به نظر من اتحاد کارگر و معلم ها و ابراز وجود کارگر و معلم ها بود. الان داریم ببینیم دانشگاه و دانشجوها هم دقیقا اومدن روی این خط دارن کار میکنن، جامعه رو متوجه خودشون میکنن، به صورت سراسری عمل میکنن، به یه آکسیون کوچیک اینجا و اونجا رضایت نمیدن. اونا هم خوبه، منظورم نفی اونا نیست، ولی منظورم دیدن کل جامعه و دیدن کل حرکت سراسری بسیار مهمه. یعنی سیاسی دارن به خودشون نگاه میکنن و دارن یه سیاست رادیکال و انسانی و سوسیالیستی رو میبرن تو جامعه. این بسیار مهمه و به نظرم تو این خط باید همچنان کار کرد. یعنی این تازه شروع یک حرکتی میتونه باشه. جمهوری اسلامی بگیر و ببند تو دانشگاه رو انداخته و کلی بسیج و اوباش و این حرفا داره اونجا که جلو این حرکت یا اون حرکت رو بگیره یا چه میدونم هی فشار بیاره، ولی دانشجوها توی دو جبهه به نظر من دارن مبارزه میکنن و خوب کار کردن. یکی جبهه صنفی و شورای صنفیه که دارن روی مسائل روزمره دانشگاه که لوکاله و محلیه، مربوط به این یا اون رشته هم حالا حد اکثر میشه، یکی رو اون دارن کار میکنن که خیلی خوبه، اون رو باید تقویت کرد، و یکی اومدن توی سطح اجتماعی و وسیع و سراسری بایستادن و بیانیه رهایی جامعه رو دادن. یعنی تو این سطح به خودشون نگاه، و این بسیار مهمه. هر دو وجه این فعالیت به نظرم مهمه و هر دو وجه رو باید پیش برد و هیچ کنومش رو نباید زمین گذاشت. و توی زمینه اجتماعی سیاسیش همچنان که گفتم باید تعرض منظورم اینه که باید بیشتر مطرح شد تو سطح جامعه. چرا بی بی سی نباید خبر اولش این بیانیه و این ابراز وجود دانشگاه باشه؟ به نظرم بی بی سی نمیخواد، اون دنبال جمهوری اسلامی و دائم داره در قفای آیت الله خامنه‌ای به قول خودش
میدوه، ولی ما میتونیم بهش فشار بیاریم و باید فشار بیاریم که این چیزها رو منعکس بکنه و وسیعاً تو جامعه مطرح بشه. این مهمه حسین که چپ بتونه تو اون جامعه رو قدرت رو به دست بگیره. باید خودش رو توی سیاست به معنای وسیع کلمه مطرح بکنه و این خط و جهتی است که من توی این اطلاعیه و سبک کار به قول تو میبینم و فکر میکنم باید روش تاکید بذاریم. مصطفی یه نکته دیگه، این حرکت یه حرکت متعلق به اون 99% های جامعه ایران هست، مال کسی نیست و همونطور که گفتم یک سبک کار و یک رویکرد و یک جهتگیری مشخصی داره، یک نقدی داره نسبت به وضعیت موجود و داره راه حل ارائه میده، داره به اصطلاح جهت رو ارائه میده و بالطبع خب عوامل مختلفی تو شکل گیری این به اصطلاح حرکتی که الان ما شاهدش هستیم که به هر حال اینم نقطه شروع نیست، نقطه شروعش رو شما نطفه هاش رو توی حرکت جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی قبل از روز جهانی کارگر همین امسال میتونید ببینید، رویکردش رو توی اعتصابات سراسری معلمان و اعتراضات کارگران میتونید نسبت به مثلا اصلاحی قانون کار جمهوری اسلامی و دولت روحانی میشه دید. یعنی این یک حرکت برگرفته از به اصطلاح همون جنبش 99% ها و طبقه کارگر ایران و زحمتکشان ایران هست، متعلق به نه فرد خاصیه نه جای خاصیه، یه حرکت به اصطلاح سیاسی اجتماعی عظیم هست و همونطور که گفتم هم یه عرض اندامه و هم یک جهتگیری هستش برای آینده سیاسی ایران. به هر ترتیب جنبش های طبقاتی داخل ایران، چه اون جنبش ملی اسلامی چه جنبش راست پروغرب، دارن هم سبک کار خودشون رو ارائه میدن، نمیدونم هم به اصطلاح آلترناتیوهای خودشون رو ارائه میدن که یکیش مال اصلاحات و توجیه وضعیت موجود و دلبستن به دولت روحانی و اصلاح طلبها است. تمامه، حالا به اینم اشاره بکنم که توی همین روز 16 آذر که امروز داره برگزار به اصطلاح شاهد برگزاریش بودیم، مثلا اصلاح طلبها و پرو روحانی ها و اینا تمام هدفشون بود که برن بگن حصر خانگی باید شکسته بشه و موسوی و کروبی و زهرا رهنورد باید آزاد بشن و تمام هدفشون بوده برن داخل مثلا یه مراسمی که حالا متحری یا تاجزاده یا این و اون شرکت کردن از چهرهای اصلاح طلب برن این حرفا رو بزنن و بگن، یعنی افق خاص چیزی که تعیین کردن یه همچین چیزی هستش. یعنی جنبش ملی اسلامی اون اصلاح طلبا اینو دارن به عنوان خواست خودشون که چقدر فرقه ای و چقدر محدود و چقدر بی ربط به خواسته ها و به اصطلاح مطالبات جامعه ایران هست. اون طرف دیگه دلش خوش کرده به پاسارگاد و نمیدونم تاریخ 2500 ساله و این چیزا و ما میبینیم که اون بخش عظیم جامعه ایران که منفعتی توی این وضعیت موجود ندارن داره چه راهکاری و چه آلترناتیوی و چقدر مسئولانه داره به اصطلاح صورت مسئله رو طرح میکنه و راه حل براش ارائه میده و این یک پدیده بزرگ و عظیمی هستش که داره اتفاق میفته توی این جدال طبقاتی و این مثلا رودررویی که با خود جمهوری اسلامی وجود داره. اون چیزی که همیشه ما میگیم سناریوی سفید میگیم که تضمین این که تبدیل به سوریه نشه، عملا ما میبینیم که داره به اصطلاح راهکار خودش رو ارائه میده در راه برون رفت از وضعیت موجود. فقط بعد اینو گفت که متاسفانه در شرایط فعلی اصلاح طلبا یا کوروش پرستا و برگشتن 2500 سال بعد یا برگشتن 1400 سال بعد قبل، اینا الان تو سیاست بیشتر مطرحن. مسئله اینه، یعنی این ضعف رو باید دید و این چپ اجتماعی و کلن چپ، جریان چپ توی ایران باید خودش رو تو سیاست هم عرض اینا لااقل مطرح بکنه که مورد انتخاب مردم قرار بگیره و این نکته ایه که من فکر میکنم باید روش متمرکز شد و رفت و کار کرد و این نکته ایه که توی همین بیانیه و سبک کار تو بحث سبک کار که قبل توضیح دادیم میشه دید، جوانه هاشو میشه دید و من میگم باید به این سمت خود داد، باید به عنوان یک آلترناتیو سیاسی واسه جامعه ایران مطرح شد و اگر انتخاب شد به نظرم میشه یک آلترناتیو واسه کل منطقه و کل جهان. این راه حل که مردم اختیار زندگی خودشون رو به دست بگیرن مستقیما و برن پای این که سرمایه‌داری رو از جلوی پای بشریت بردارن. این مضمون این بیانیه و این جهتگیری است که به نظر من نه فقط راه حل ایران، راه حل کل دنیای به اصطلاح پرآشوبی که الان داریم خواهد بود.
یه نکته که حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، شاید بشه مطرح کرد حول این بیانیه. من وقتی این بیانیه رو خوندم متوجه، یعنی این جنبه ضد سرمایه داری به قول تو 99 درصدی علیه 1 درصدی، اینا خیلی برجسته بود توش. و میخواستم تاکید کنم که در واقع دانشجو جزء طبقه متوسط نیست به نظر من دیگه. دانشجو عبارت از کسی هست که قراره بعداً بره توی 90 درصدشون باید برن جزء طبقه کارگر باشن، حالا معلم، کارمند، چه می‌دونم تو کارخونه، تو جای دیگه، توی باید برن نیرو کارشون رو بفروشن. یعنی فروشندگان نیروی کارن که فعلا تو نوبتن، دارن به اصطلاح توانایی و مهارت خودشون رو بالا میبرن که یک جایی تو بازار کار قادر به فروش نیروی کارشون بشن. بخشی از طبقه کارگرن. میخوام بگم اینجوری یعنی الان نگاه بکنی طبقه کارگر بخشای مختلفی داره، یه بخشش کارگر کارخونه، یه بخشش معلمان، یه بخشش هم به نظرم اکثریت دانشجوها. حالا ممکنه بعضیاشون توی پروسه بعدها از ارتقای طبقاتی پیدا کنن و اصلا اونا نیست، ولی بدنه اصلی طبقه کارگره. میخوام بگم این بحثی که ما داریم میکنیم اینجا در واقع این بیانیه هم از لحاظ مضمون طبقاتی و سیاسی که داره ابراز وجود طبقه کارگره، هم از لحاظ اتصالش به جنبش و تحرک واقعی مثلا کارگر کارخونه یا معلم ها کاملا روشنه، و هم از لحاظ اینکه خود اینایی که دارن این کارو میکنن، اینا همچنان که تو بیانیهشون هست باید پس فردا برن نیروکارشون رو بفروشن و از حالا هم زیر بار کلی قرض و قولن. و بعد مطالبه ای که مثلا مطرح میکنن، یکی از مطالباتشون تحصیل مجانی، بیرون ریختن سرمایه و سرمایه‌داری و کالا از تحصیل و از این مناسبات بین انسان هاست، که به نظرم باز کاملا این خاص مطالبه طبقه کارگر و خاص مطالبه رهایی بخش کل جامعه است. نکته اینجاست که اینو هنوز باید برد توی سیاست به معنای وسیع و توی این زمینه باید بیشتر کار کرد. مصطفی، ما چند دقیقه بیشتر به پایان این برنامه وقت نداریم. چند تا نکته من میخواستم اشاره کنم بهش. یکی این که گسترش و امتداد این حرکت و این به اصطلاح پدیده‌ای که باهاش روبرو بودیم توی 16 آذر خیلی مهم هست، یعنی باید گسترش پیدا بکنه. یکی توی سطح سیاست ایران به اون معنایی که تو به کار بردی باید به اصطلاح گسترش پیدا بکنه، خودش رو تحمیل بکنه، همینجور که خودش رو تحمیل میکنه به یک رسانه‌های داخل به اصطلاح فضای سیاسی داخل کشور، باید به رسانه‌های دست راستی خارج از کشور هم خودش رو تحمیل بکنه. یکی به این معنا، یکی توی ابعاد وسیع‌تری، یعنی الان خب یک رابطه مشخص و هماهنگی نسبتاً با جنبش کارگری و فعالین و تشکل‌های مستقل کارگری کاملا مشهوده و دیده میشه که یه حرکت هماهنگ داره صورت میگیره. بایستی بتونه این به اصطلاح حرکت و فعالین دانشجویی که دارن این مسئله رو پیش میبرن، یک حرکت به اصطلاح یه هماهنگی بیشتری با جنبش‌های مبارزاتی دیگه داخل جامعه برقرار بکنن و گسترش بیشتری رو ما شاهد باشیم که این حرکت داره چی انجام میگیره داخلش و داره خودش رو تعمیم میده به حتی مطالبات و خواسته های دیگه‌ای که مثلا توی جنبش زنان یا جنبش های دیگه وجود داره، و این تضمین میکنه راستش به اصطلاح سلامت و حتی از نظر امنیت و مسئله سرکوب تضمین میکنه که ضربه پذیریشو بیاره پایین تر. و نکته بعدی این هستش که باید با این روی کرده اجتماعی تر به یه نوعی واکسینه بکنه خودش رو یا بیمه بکنه خودش رو که به هر ترتیب پیش برندگان و آغازگران و به سازمان دهندگان این حرکت ضربه نپذیرند. به هر حال جمهوری اسلامی الان سعی میکنه که به یه نوعی چیکار بکنه، این مسئله رو جمع بکنه و بره با سراغ فعالینش، سراغ سازمان دهندگانش و یه جوری جلوی این مسئله رو بگیره. نکته ای که وجود داره اینه که ما با اون نکاتی که بهش اشاره کردم باید جلوی این ضربه خوردن رو بگیریم. و مسئله بعدی
مرزبندی هستش. من گفتم که روی کرد و اون نقدی که داره این حرکت از خودش نشون میده کاملا پایگاه طبقاتی خودش رو مشخص کرده و به نظر من نباید چه اون فضاسازی که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی میخوان انجام بدن و درگیر حاشیه و حواشی و این چیزا بکنن این حرکت رو بایستی ایستاد و هم جریاناتی حالا که توی مثلا حاشیه‌ای داخل اپوزیسیون هستن که به یه نوعی میخوان مثلا اینو به اسم خودشون بکنن یا به رنگ و بوی خودشون رو بزنن، نباید وارد این حاشیه ها شد و بایستی با به اصطلاح سبک کار درستی که داره پیش برده میشه جواب همه اینها رو داد و به اصطلاح مرزبندی کرد و از این حواشی دوری کرد. اینا به نظر من فاکتورهایی هستش که میتونه امتداد و سلامت این حرکت رو حفظ بکنه. یه نکته من کیان بگم، این حرکت احتیاج، همونطور که گفتی، احتیاج داره به تداوم پیدا کنه، باید به سازمان منجر بشه، باید به وجود رهبران شناخته شده علنی در سطح جامعه منجر بشه و یک ذره مخفی کاری به معنای چریکی که بعضیا میگن به درد این کار نمیخوره و مضر به حالش، باید علنی رو به جامعه و با یعنی با حمایت از توده مردم و آدمایی که حمایت میکنن ازش امنیت رو حفظ کرد و هیچ حرکت اجتماعی وسیع بدون رهبران علنی و روشن که همه کس میتونه ببینه و باش حرف بزنه و پای صحبتش بشینه ممکن نیست. این حرکت احتیاج به همچه پدیده‌ای داره و اگر بتونه این فاز رو برداره به نظرم وضعیت جنبش دانشجویی به طور خاص و چپ به طور عام خیلی بهتر میشه تو جامعه. من اینجا در پایان برنامه جا داره از طرف خودم و از اندرکاران این برنامه زنده باد بگم به دانشجویان، زنده باد بگم به کارگران، زنده باد بگم به معلمان و پرستاران و جنبش 99%ی در ایران که یک همچین حرکت باشکوهی رو سازمان دادن و به اصطلاح شاهد یک همچین رویداد عظیمی توی جامعه ایران بودیم. امیدوارم که با برنامه ریزی درست، با سبک کار درست که تا اینجا پیش رفتیم بتونیم جنبشمون رو جلو ببریم و پیروز بکنیم بر این نماینده وحشی سرمایه‌داری که الان مثل بختک به جامعه ایران افتاده. در اینجا بینندگان عزیز برنامه ما وقتش تموم میشه. شما هم نظرات خودتون رو، پیشنهادات و راهکارهایی که در این رابطه مد نظرتون هست رو میتونید از طریق آدرس‌های تماسی که در پایین صفحه میبینید برای ما ارسال بکنید. براتون تا برنامه آینده شبها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم.